بازی با کشم نمیدارم کسی دیگه ببرداش من خودم بازی اون خواهم برم خواهی کسی دیگه نمیداریم بکشم اینجا اما هستی خوشم بزه بیوار سلام میکنم به شما بینندگان گرامی و همراهان همیشگی تلویزیون کانال جدید. نسترن منصوری هستم به همراه همکارم حسین خدایی‌فر برنامه نبه ادامه این هفته رو تقدیم حضورتون میکنم. روز چهارم شهریور 1368 غلام کشاورز یکی از رهبران شناخته شده اپوزیسیون و مبارز راه رهایی کارگران که به قصد دیدار مادرش به قبرس رفته بود توسط یکی از تروریست های رژیم جمهوری اسلامی با 3 گلوله در برابر همسر، برادر و مادرش مورد اصابت قرار گرفت. غلام کشاورز ساعتی بعد در بیمارستان مرکزی لارناکای قبرس جان باخت. در رابطه با 30 سالگرد این قتل سیاسی گفتگوی خواهیم داشت با فریده آرمان، همسر غلام کشاورز که خود شاهد این واقعه دردناک بوده. سلام میکنم به شما فریده آرمان، به این برنامه خوش آمدید. منم سلام میکنم به شما و همه بینندگان عزیز تلویزیون. فریده آرمان، اولین سوالم اینه که درسته میدونم و شایدم خیلی براتون سخت باشه که این خاطرات تلخ رو دوباره یادآوری کنیم، ولی خب با توجه به اینکه خود شما شاهد ترور غلام کشاورز بودین، میخوام که برای بینندگان ما توضیح بدین که 30 سال پیش درست چه اتفاقی افتاد. من و غلام در کشور سوئد و شهر مالمو با هم زندگی می کردیم و از اونجا که غلام پدرش رو از دست داده بود و مظنون بود به اینکه پدرش رو جمهوری اسلامی توی یه برکه آب کوچیک خفه کرده بود به خاطر اینکه پدرش خودش رو دیگه کمونیست می دونست و می رفت تبلیغ می کرد تو دهات لرستان و اینا و از این نظر یه عذاب وجدانی داشت و یه ناراحت بود، همش میترسید یه اتفاقی برای مادرش بیفته و این مادرش رو نبینه و اینا. برای حال ما تقاضا کردیم که مادرش از ایران ویزا بگیره و بیاد به کشور سوئد. متاسفانه اداره مهاجرت مخالفت کرد و ما مجبور شدیم به یه کشوری بریم که واقعا شاید امن نبود و شاید کشور قبرس، ولی کشوری بود که تو اون دوره اصلا ویزا هم نمیخواست، ایرانی ها میتونستن بدون ویزا بیان و هنوز ترورای خارج کشور بعد از قضیه قاسم‌دو هنوز زیاد اتفاق نیفته بود که لاستش این موضوع خیلی از طرف خود ما جدی گرفته بشه یا شاید از طرف خود غلام. به هر حال ما تصمیم گرفتیم که غلام تصمیم گرفت که مادرش رو در قبرس ملاقات کنه که از ایران خواهر من قرار شد به مادر غلام کمک کنه. خواهرم برادرم هم همینطوری که اصلا آدم سیاسی نبود، ولی فقط از زاویه اینکه یه تعطیلاتی هستش و میاد بالاخره یه کشوری رو میبینه همراه اینا میشه و از ایران میاد و ما هم از اینجا 3 نفر در واقع 4 نفر، من و غلام، برادر غلام و دوست دختر برادر غلام با همدیگه میریم به قبرس و همش چند روز نگذشته بود که از این ملاقات که خیلی واقعا دیدنی بود، چقدر اینا و هم عشق داشتن و چقدر مادر غلام خوشحال بود که پسرشو میبینه بعد از سالهای طولانی و این ملاقات، این شادی در واقع طولی نکشید که درست چند روز بعد غلام رو شب ساعت 9 شب مورد یعنی 2 موتور سوار میان و با تیراندازی به طرف غلام و برادر من که همراه غلام بود درست کنارش را میرفت، این 2 نفر تیر میخورن ولی غلام از اونجا که تیر به شقیقش خورده بود صبح روز 25 شهریور 1368 در بیمارستان نه لارناکا، بیمارستان نیکوزیا در اونجا فوت میکنه و جونش رو از دست میده و پلیس که تحقیقاتی که میکنه اسلحه‌ای که پیدا میکنه معلوم بود که این اسلحه متعلق به ارتش ایرانه. خود پلیس اونجا گفتش که 2 فلسطینی
فلسطینی حزب الله تو این عملیات دست داشتن که اینا از طرف سفارت جمهوری اسلامی هدایت می شدن. و خود من که تو اون لحظه، یعنی واقعا با توجه به اینکه هم من هم برادر غلام علی خیلی ما نگران بودیم تو این سفر و من میدیدم صحنه های مشکوکی درست قبل از این اتفاق، و حتی اون لحظه من یادمه که روز قبلش دو تا موتور سوار نزدیک ما شدن ولی به سرعت فرار کردن، که من به غلام گفتم دیدی این کارشون خیلی مشکوک بود. برای غلام اینقدر مبهوت این ملاقات بود و در این شادی غرق بود که شاید دلش نمیخواست که هیچ چیزی این ملاقات رو به خدشه دار بکنه، خیلی جدی نگرفت. و فردای اون شب این اتفاق افتاد و من صدای تیر رو کشیدم، درست غلام یه قدمی من بود، درست پشت سر من را میرم و برگشتم دیدم غلام افتاده زمین. بلافاصله فهمیدم که این یه تروره و غلام رو ترور کردن و من غلام رو از دست دادم و فقط فریاد میکشتم، جیغ میزدم و میگفت کمک میخواستم، آمبولانس میخواستم و داد میزدم که بریم قاتلا رو بگیرین، قاتلا تو سفارت جمهوری اسلامی هستن. یعنی کاملا برای من محروز بود که این قضیه یک ترور سیاسی توسط جمهوری اسلامی و قاتلا از طرف سفارت دارن سازماندهی میشن. و به هر حال ما رو بردن بیمارستان، برادر منم زخمی شده بود، غلام رو میبرن به پایتخت برای اینکه عمل جراحی انجام بدن روش، متاسفانه دووم نمیاره و 6 صبح فوت میکنه. بله فرید، میخواستم ببینم که بازتاب این قتل سیاسی، قتل غلام در سطح دنیا و سوئد چطور بود و بعد از این قتل و این ترور چه اتفاقاتی افتاد؟ ببینید این جمهوری اسلامی باید ببینیم تو چه موقعیتی بود. سال 1368 جمهوری اسلامی اولا بعد از قضیه جنگ ایران عراق بود، به قول خمینی جام زهر رو نوشیده بود، فرمان قتل سلمان رشدی از طرف خمینی صادر شده بود. اینا یک تعرض وسیع رو به انقلاب، به فعالینی که هنوز تو صحنه بودن داشتن انجام میدن در داخل ایران. سال 67 ما شاهد کشتار هزاران هزار زندانی سیاسی بودیم. کشتار 67 واقعا به طرز فجیعی زندانیان سیاسی رو در زندانهای مختلف کشتن در دادگاه های 1 دقیقه. این چیزی که در ایران داشت اتفاق می افتاد و اینها تصمیم می گیرن که اپوزیسیون و فعالین سیاسی در خارج کشور را هم مورد ترور قرار بدن و یه ترس و واهمه ایجاد بکنن، به خاطر اینکه اینا فقط با خشونت و با ترور و با اعدام و با شکنجه روی کار بودن. قضیه پایان یافتن جنگ یک فرصتی بود که شاید خطر اینو احساس میکردن که شاید رژیم سرنگون بشه و مردم تعرض کنن به رژیم و داشتن با تعرض متقابل در واقع جواب میدادن. یک سلسله ترورهایی در خارج کشور شروع شد که در واقع رأسش رفسنجانی بود و یک ستادی رو تشکیل داده بودن، فلاحیان بود توش، ستادی رو تشکیل داده بودن که در رابطه با همین ترورهای خارج کشور بود که قاسملو اولین و شاید مهمترینش، اول از همه اون بود که ترور میشه درست سر میز مذاکره، که حتی من یادم به غلام گفتم غلام ببین یه ترور صورت گرفته، این ترور 40 روز قبل از ترور غلام بود، که گفت نه اینا رفتن سر میز مذاکره با جمهوری اسلامی که جنایتکاره و خب ممکنه همچین اتفاقی بیفته. به حال ولی بعد از غلام یکی بعد از دیگری، شاپور بختیار، فرخزاد، خیلیا ترور شدن و جمهوری اسلامی کاملا، حتی من یادمه که کارشناسان تروریسم در فرانسه که بعد از قتل بختیار گفتن این امکان نداره که یه همچین ترور سازمان یافته ای صورت بگیره که اون تروریستا بتونن به راحتی و امن وارد کشور بشن و امن خارج بشن. این دست یه دولت تو کاره که خب معلومه هیچ دولتی به جز دولت ایران نمیتونست باشه. به هر حال بعد از قتل غلام یک ستاد ویژه‌ای اون موقع حزب کمونیست ایران تشکیل میده و این ستاد فعالیت وسیعی رو آغاز میکنه برای افشای این ترورها در خارج کشور و ترور غلام
چون درست بلافاصله در واقع 7-8 روز بعدش صدیق کمانگرم در کردستان ترور میکنن و این انعکاس بسیار بسیار وسیع داشت. تمام روزنامه های مهم دنیا در این مورد نوشتن، از مدیای اجتماعی، از تلویزیون های سوئد، گاردین، همه چی، همه روزنامه های اروپایی و تمام روزنامه های سوئد اینو پوشش خبری دادن. تلویزیون شاید یک ماه بعد از قضیه این ترور هنوز داشت در مورد این قضیه حرف میزد. این صداتی که تشکیل شده بود در رابطه با ترور غلام کشاورز که من الان رو فیسبوک خودم گذاشتم تمام فعالیت این ستاد رو، یک مجموعه کارهایی رو که گذاشته بود، یکی تماس با نهادها و اتحادیه‌ها در محکوم کردن جمهوری اسلامی بود که من نوشتم 21 نهاد و سازمان خارجی نامه همبستگی دادن و محکوم کردن این ترور رو، 37 سازمان سیاسی ایرانی در محکوم کردن جمهوری اسلامی رو و اعلام همبستگی کردن و 15 سازمان سیاسی غیر ایرانی، احزاب مختلف اروپایی از حزب چپ سوئد گرفته تا حزب سبز در آلمان تا نهادهای مختلف اتحادیه‌ای تماما نامه نوشتن و خوشبختانه این در یک مجموعه ای که شاید بتونم اینجا نشونش بدم، یک مجموعه ای که همبستگی ویژه هستش و اینم من امروز اسکن کردم و در فیسبوک خودم گذاشتم، مجموعه این پیام ها و این سازمان هایی که اعلام همبستگی کردن رو توی اونجا اعلام شده و برای خود من شخصا صدها نامه رسید که من همه اینا رو آرشیو نگه داشتم از کسایی که حتی نمیشناختم از گوشه و کنار دنیا که جمهوری اسلامی رو یک رژیم جنایتکار و میدونستن و با من اعلام همدردی میکردن و این قضیه میگم انعکاس فوق‌العاده وسیع در دنیا داشت و تظاهرات های زیادی صورت گرفت. تظاهرات فقط استکهلم نزدیک به 2000 نفر تو شرکت کردن و خیلی وسیع بود. به هر حال در تمام کشورهای دیگه اروپایی هم تظاهرات صورت گرفت. بله فرید آرمان، همونطور که خودتون اشاره کردین اون سالهایی که ترور غلام کشاورز اتفاق افتاد، خب عملیات تروریستی های دیگه هم اتفاق افتاده بود در خارج از کشور، ولی خب همونطور که خودتون هم اشاره کردین هدفشون این بوده که ترس و واهمه ای به وجود بیارن. اما خب میخوام از شما که بیشتر توضیح بدین منظورتون از این ترس و واهمه چی بود و آیا جمهوری اسلامی تونست به هدفش برسه و در این رابطه موفق باشه؟ ببینید همونطور که گفتم جمهوری اسلامی علناً فتوای قتل صادر میکرد. فتوای قتل سلمان رشدی میدونید چه انعکاس وسیع جهانی داشتش و خوشبختانه اون آدم زنده است هنوز و اونا نتونستن هیچ غلطی بکنن. ولی میدونید جمهوری اسلامی تو دوره این بودش که در واقع پایه های خودش رو محکم کنه و هنوز از مردم وحشت زیادی داشت. هنوز مردم تو خیابون بودن، هنوز انقلاب به پایان نرسیده بود، انقلابی که مردم و جوان ها شروع کرده بودن با هزار آرزو اومده بودن تو میدون برای اینکه آزادی میخواستن، برای اینکه برابری میخواستن و این رژیم جنایتکار اومده بود که بگه وایسین استاپ، برگردین برین تو خونه هاتون و مردم نمی رفتن خونه هاشون. اعتصابات زیادی صورت می گرفت، دانشجوها هر روز در اعتصاب بودن، زنان اولین تظاهرات بزرگ زنان در 8 مارس 1357 درست بعد از اینکه جمهوری اسلامی اعلام می کنه که حجاب اجباریه، 10,000 نفر میان تو خیابون رو اعتراض می کنن. انقلاب هنوز زنده بود و اینا تصمیمشون گرفتن و این نقشه و در واقع سیاست خمینی و رفسنجانی بودش و دولت جمهوری اسلامی بود که باید بزنیم اگه بخوایم بمونیم، باید بزنیم و بکشیم و با فجیع‌ترین شکلی. اینا تو ایران گفتم اونطوری کشتار کردن و تو خارجم با ترورها، ولی اینقدر در واقع گند این قضیه تو خارج کشور بالا اومد و تعداد زیادی از این آدمایی که تو این ترورها دستگیر شده بودن به دام افتادن. میگم سازمان سیا توی سازمان سیا امریکا خودش اعلام کرده بود که حالا اینا احتمالاً وقتی اینا اعلام میکنن مطمئن باشین که صدای توی سفارت جمهوری اسلامی کلی
صدای اینا رو ضبط میکنن مخفیانه، کلی میلای اینا رو کنترل میکنن. همین الان تو این دور زمانه میبینیم که چقدر وسیع اینا همدیگه رو از همدیگه افشا میکنن. به هر حال اینا اطلاع داده بودن که چیز کار جمهوری اسلامی در واقع ترور در خارج کشور، در واقع سیاست جمهوری اسلامی در خارج کشور هستش و اینو تو روزنامه ها چاپ شد تو اون دوره. این موضعی بود که جمهوری اسلامی میخواست پایه های خودشو محکم کنه و با کشتار و ترور داشت این کارو میکرد. و این که موفق بود یا نه، به نظر من هیچ وقت نمیشه مردمی رو که همشون خواهان آزادی هستن و به این نرسیدن نمیشه متوقف کرد. هیچ وقت آرمان غلام رو زمین نمیمونه اگه غلامو بکشن. هزاران غلام دیگه هست و هزاران آدمای دیگه هستن که همون آرمان ها را دارن و همون امیال رو دارن و دنبال همون امیال میرن. و همونطور که میبینیم از فعالین کارگری در ایران، فعالین دانشجویی، فعالین زنان، فعالین بازنشستگان، میبینیم این جنبش عقب نرفته. این جنبش همچنان داره میکوبه. از دختران خیابان انقلاب، از همه اینا نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی با کشتار و با فشار آوردن و با زندانی دادن و با شکنجه موفق نبوده که بتونه جنبش مردم رو عقب برونه. و این جنبش ادامه داره تا سرنگونی جمهوری اسلامی، تا کشوندن تک تک این جنایتکارها به دادگاه‌های بین‌المللی و محاکمه اونا. اینها همشون باید محاکمه بشن، اگه از انقلاب ایران جون سالم به در بردن البته، باید محاکمه بشن در دادگاه‌های علنی. و مردمی که نه تنها من که عزیزم رو از دست دادم، بلکه همه انسانهایی که عزیزانشون رو از دست دادن، عزیزانشون مورد اذیت و آزار قرار گرفتن، مدعیان این رژیم هستند. بله فرید آرمان، قراره که در 30 سالگرد قتل غلام کشاورز بر سر مزار ایشون مراسمی در استکهلم برگزار بشه. میخواستم که یکم در مورد این مراسم برای بینندگان ما توضیح بدین. بله، یه مراسمی در 30 سالگرد ترور غلام کشاورز و صدیق کمانگر در استکهلم برگزار میشه که این مراسم از ساعت 1:30 در یک سالن نزدیک به محل قبرستان هستش. از ساعت 1:30 جمع میشیم که 2 شروع میشه تا 4. ساعت 4 میریم به مزار غلام کشاورز و در اونجا گل میذاریم و شاید یک 2 سخنرانی هم اونجا صورت بگیره. و این در ادامه کمپینی هستش که خانم مینا احدی را انداختن، کمپین سنگ های سکندری، برای اینکه نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم. و ما این کمپین هدفش این هستش که تمام این کشتارهایی رو که جمهوری اسلامی کرده، تک تک اینا رو گرامی بداریم و اگه بتونیم در مقابل خانه اونها و اگه نشه در کنار قبرشون یک سنگی میذاریم و مینویسیم که این آدم توسط جمهوری اسلامی کشته شده. بله فرید آرمان، میخواستم بپرسم ازتون که خود شما یعنی چطور میخواین که از غلام کشاورز یاد بشه؟ یعنی کسانی که این برنامه رو میبینن چطور از ایشون یاد بکنن؟ غلام متعلق به مردم، غلام خیلی چهره محبوبی بود در بین فعالین خارج کشور، در بین فعالین داخل ایران، در استان گچساران، در بین زندانیان سیاسی، چون سالها در زندان زمان شاه بود و بعد خیلی ها میشناختنش. یاد غلام رو بایست با ادامه راهش گرامی داشت. اون خودش لحظه ای رو قفلت نمی کرد. یعنی واقعا همه دوران جوانیش، و هم جوان بود، 32 سالش بود وقتی ترور شد، ولی از دبیرستان را، از دوره دانشگاه که فعالیت جدی شروع میشه با سازماندهی یک اعتراض دانشجویی و بعد دستگیر میشه، از اون موقع واقعا لحظه ای رو بدون تلاش نگذروند. و این تلاش در واقع در قلب ما زنده است و ما اینو سرشکن میکنیم در هممون و تلاشمون رو برای سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه میده. این بهترین گرامی داشته یاد غلام هستش. بله ممنون از شما فرید آرمان که در این برنامه شرکت کردین. مرسی. بله بینندگان گرامی، توجه شما رو به دیدن 2 ویدیو کلیپ در رابطه با ترور غلام کشاورز جلب می کنم و ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
بازی با کشم نمیدارم کسی دیگه ببینه داشت من خودم بازی اون تنده نمیدارم کسی دیگه نمیدارم بکشم اینجا همه اون هستی پشتم بزه دیوار